از حقوق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید. این اندیشه حکمتی است که خدا میده، اون خرد اندیشی هست که خداوند برای انسان در نظر داره. از حقوق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید، حق مظلومان و فقیران را از چنگ ظالمان برهانید. حق مظلومان و فقیران را از چنگ ظالمان برهانید، یعنی مبارزه با جهل، یعنی مبارزه با ظلم. آیا اینجا اشاره به این هست که ما سیاسی بشیم؟ آیا اشاره به این هست که ما باید فکر سیاسی داشته باشیم؟ هرگز. این فکر، فکر الهیه، این دلسوزیه که از عشق خدا میاد. میخوام قسمتی این موضوع رو بیشتر باز کنم، چرا که هنوزم که هنوزه سوالات این گونه هست که چرا خیلی از کشیش ها، خیلی از شبانان، خیلی از معلمین کتاب مقدس بر این باور هستن، فارسبان ها رو میگم، بر این باور هستن که ما هیچ دخالتی نباید بکنیم نسبت به نظام اسلامی که مردمی رو تحت ظلم و ستم قرار داده و باید سکوت کنیم و از نامه رومیان باب 13 به نوع اشتباه استفاده میکنن. باشه که یک بار برای همیشه این مسئله باز بشه و برای شماها نیز مکشوف باشه که چرا چنین اندیشه ای اومده، با توجه به این که این یه قسمتی از کلام خداست که میگه در برابر ظلم و ستم بیستیم و نباید کوتاه بیاییم. درسته که ما هرگز هدفمون شورش نیست، اما هدف کلام خداوندم این نیست که ما نسبت به مشکلات و سختی هایی که روی زمین هست بی تفاوت باشیم. در طول این 40 سال، به طور خاص این چند سال قبل، میشه گفت 35-6 سال که کلیسای فارسی زبان باز بود، کشیشان و معلمینی که اونجا بودن متاسفانه از تحمیلات نظام اسلامی آموختن. از چی؟ تحمیل. آموختن که میباید کاری به مسائل سیاسی نداشته باشن. بله خب براشون خطرناک بود. به اونها گفتن ما جلوی شما رو نمیگیریم، در کلیساتون باز باشه، از عیسی مسیح بگید، از کلامتون بگید. اما هرچند راضی به اون هم نبودن، اما در رابطه با دولت صحبت نکنید چون سیاسی میشید. کشیشان و شبانانی که اونجا بودن، بگذاریم از کشیشهایی که عزیز، مهدی دیباج، میکایلیان، سودمند و دیگر کشیشهایی که شهید شدن بگذاریم، عزیزانی که اونجا بودن برای حفظ کلیسا سعی کردن همون گونه که اونها گفتن انجام بدن. و بعد که شرایط سخت شد، خب به معلمین هم یاد دادن، از معلمین کانون شادی گرفته تا معلمین کتاب مقدس، که خیلی هاشون وقتی که از ایران اومدن بیرون گفتن ما کشیش و شبان هستیم. چنین نبودش، اگر کشیش بودن چرا 10 سال بعد دوباره دستگذاری برای کشیشی شدن؟ عزیزان براشون دعا میکردن که معلم باشن، دعا میکردن که مسئول جوانان باشن، و اومدن گفتن ما کشیش هستیم، اشکال نداره. مشکل بعدی این هستش که همون آموزه‌های اشتباهی که تحمیل نظام اسلامی بود رو اومدن کلیساهایی که بنا کردن به اعضاشون گفتن که ما هیچ دخالتی نباید درباره ظلم بکنیم، بذارید ظلم باشه. و بدتر از این هست که این تعلیم اشتباه رو دادن، اعلام کردن که نظام اسلامی از طرف خداست. این از همه بدتر بود. ولی برای اینکه متقاعدتون بکنم که کاملا اشتباه کردن، و این تنها اشتباه کلیسای فارسی زبان در ایران نبود، اشتباه دیگه این بود که نظام اسلامی روی کلیساهای فارسی زبان فشار آورد که به هیچ وجه فارس زبان ها نباید با ارامنه و آشوریا و مسیحی‌زاده ها ازدواج کنند، و این یه قانون شد متاسفانه، و خیلی از جوانان قربانی شدن تو این قسمت، چون به جبر به اونها میگفتن که نباید این ازدواج ها باشه. اما از اونجایی که خدا اجازه نمیده تعلیم اشتباه توی کلیسا ادامه داشته باشه، مانع خواهد شد. اتفاقی که افتاد این بود، بعد از ادوارد عزیز که شبان من بود،
معلم من بود و بسیار برادر عزیزی هستن، بعد از فوت همسرشون بعد از این مدتی با یک زن فارسوان ایماندار ازدواج کرد. خود برادر ادوارد هم این قانون رو گذاشته بود در کلیسا و خیلی از شبان ها این رو تعلیم می دادن. پس ببینید اگر توانسته باشه شیطان به نوعی یک تحمیلی رو، یک دروغی رو وارد کلیسا بکنه و اون رو دستورالعمل قانونی بکنه، به راحتی این نیز تحمیل تعلیم میشه که به شما میگه کاری به سیاست نداشته باشید. توی سرزمین آمریکا اگر خود ما کاری به مسائل سیاسی نداشته باشیم، مسلم بدونید که گروهای خواهند اومد که دیگه اصلا اجازه نمیدن در کلیسا هم باز بشه. شما دوست دارید؟ هیچ کسی ایمانداری دوست نداره. مردم دنیا هم که نمیدونن که ما خودمون لامذهبیم. اونا میگن اینا مذهبی هم، ولی ما میدونیم ما لامذهب هستیم. ما با عشق کار داریم، ما با مذهب کار نداریم. ما رابطه با خدا که یک رابطه صلح‌آمیز هست به توسط مسیح ایجاد شده، رابطه خوب من با، پس چهار تا خیر رو داریم: خودم، خانواده، خلق، خدا. اول و دوم نداره و مردم دنیا این رو نمیدونن. پس اگر من رابطم باید با خلق خوب باشه، اون جایی که خلق من در درد و رنج هست، من باید نسبت به اون دلسوز باشم، هر کی میخواد باشه. و متاسفم که معلمین کانون شادی که امروز شدن کشیش، بعضی هاشون میان تحمیلات جمهوری اسلامی رو تعلیم میدن، غافل از این که کسی که دکترای الهیات داره در برابر تو همین کشور در برابر دولت آمریکا ایستاد و اون شخص مارتین لوتر کینگ بود و در برابر آپارتاید و تبعیض ایستاد. پس اعتراض به نظام اسلامی، هموطن عزیزم، عزیزان، دور از کلام خدا نیست. هوشیار باشیم، چون بازم میشنوم به اعضای ما خیلی خبر میدن که این تعلیم، تعلیم کلام خدا نیست. اون تحمیلی که اونها میدن تعلیم خدا نیست. جایی که شما عشق و محبت رو نمیبینی، جایی که دلسوزی نیست، خدا اونجا کاری نداره. چون شیطان هستش که میخواد دردها و رنجها باشه. شاعر اعلام میکنه: آن روز که دنبال تو راه افتادم، دنبال یه تعلیم اشتباه، دنبال بدون تحقیقات هرچی رو گوش کردن، آن روز که دنبال تو راه افتادم، از ترس گناه در گناه افتادم، از ترس این که نکنه من الان بگم سرنگون باد این نظام اسلامی که باعث این همه فقر و فساد شده، این همه بیدادگری، ظلم شده، من یه دفعه بلایی سرم بیاد. آن روز که دنبال تو راه افتادم، از ترس گناه در گناه افتادم، من یوسف بی برادری بودم که برادرم نداشتم، خودم تنها بودم، کسی منو تو چاه ننداخته، من یوسف بی برادری بودم که با دست خودم درون چاه افتادم. همون قانون اشتباهی که متاسفانه کلیسای ایران و معلمین این تعلیم اشتباه رو دادن که فارسوان ها نباید با مسیحی زاده ها ازدواج کنن و آسیبش هم کلیسا خورد متاسفانه، چون هیچ کجای کلام خدا اشاره به تبعیض نژادی نمی کنه. کلام خداوند میگه که چقدر خوبه که همفکران با هم ازدواج کنن، از جمله ایمانداران بهترین پیشنهاد هست و من نیز به شما این پیشنهاد رو میدم، ایماندار با ایماندار ازدواج کنه. کانسلر خانواده هم امروز این رو میگه، حتی ربطی به مسیحیت هم نداره، این بهترین پیشنهاد هست. حتی توی رابطه های بیزینس میگن مواظب باشید، اگه یه شخص خیلی متأثر روی باورش، هوشیار باشید، اگه بخواید با اون شریک بشی، امکان داره اون باورش روی رابطه بیزینسی شما به شما آسیب بزنه. و کلام خدا این رو داره میآموزه که یک ایماندار با ایماندار ازدواج بکنه، اما هیچ کجا کلام خدا نیومده صحبت از این کنه یک ایماندار ایرانی نباید با یک ایماندار آمریکایی ازدواج بکنه. و اون تعلیم اشتباه، امروز هم یک تعلیم اشتباه دیگه ای ما شاهد هستیم که متاسفانه کلیسای فارسی زبان، نه همه،
اما اکثرا دارن این تعلیم رو میدن.